محقق ایرانی به دعوت دانشگاه هاروارد آمریکا رفته بود اما با 30 ساعت بدرفتاری اخراج شد. ما چاره ای نداریم جز اینکه این فناوری رو برای مردممون فراهم کنیم. وظیفه بنده در مرحله اول اینه. محسن دهنوی فارغ التحصیل رشته نانوتکنولوژی از دانشگاه شریف است. نه، بنده پزشک نیستم، در واقع بایوتکنولوژیست هستم. این پژوهشگر که تحصیلاتش را در مقطع دکترا به پایان رسانده سرطان شناس است. من دوره دکترام رو توی دانشگاه صنعتی شریف روی موضوع نانوتکنولوژی، در واقع کاربردهای نانوتکنولوژی در حوزه بایو و حوزه سلامت داشتم، در واقع کار کردم. از همون موقع با یکی از کاربردهای نانو بیوتکنولوژی که در حوزه درمان سرطان بود آشنا شدیم و شروع کردیم به این موضوع کار کردن. مقاله‌ای می نویسد و در مجله نیچر منتشر می شود. دانشمندان دانشگاه هاروارد یک دعوتنامه برایش می فرستند و چند ماه پیگیر دعوتنامه‌اش می شود. سرانجام ویزایش را دریافت می کند. من قبل از رفتن اصلا هماهنگ کردم، یه ایمیل زدم و پرسیدم که آیا ما جز این شامل این قانون میشیم و به من جواب دادن که نه، این قانون در واقع دانشگاهیان رو مستثنا کرده. منظور دکتر دهنوی همان قانون ضد مهاجرتی ترامپ است، قانونی که ایران و چند کشور دیگر را از سفر به کشور آمریکا منع می‌کند. اما با اطمینانی که هاروارد به او می‌دهد، با همسر و سه فرزند کوچکش عازم آمریکا می‌شود. توی خود فرودگاه در واقع مانع شدند و واقعیت همینه که هیچ دلیل قانع کننده‌ای و توضیح قانع کننده هم به ما ندادن. من چون خانواده‌ام و 3 فرزندم هم همراهم بودن و 3 بچه کوچیک داشتم، نوزاد همراهم بود، ما در واقع یه اتاقی بود اونجا که ماره خود پلیس فرودگاه بود، توی اون اتاق بودیم تقریبا نزدیک 30 ساعت. فضای خیلی مناسبی هم نداشت. ما در اون ایام ساعتی که اونجا بودیم حتی درخواست کردیم که ما اجازه بدید، چون وکیل دانشگاه هاروارد اومده بود برای پیگیری کار ما، اجازه صحبت با وکیل به ما ندادن، اجازه تماس با خانواده رو به ما ندادن. کاملا توی اون 30 ساعتی که ما توی فرودگاه بودیم همه در واقع ارتباطات بیرونی ما قطع بود. اساتید اونجا ایمیل زدن به حتی دولت و کلی پیگیری کردن، ولی با این حال در واقع دولت ترامپ که مسئولیت ورود رو به عهده داشت قبول نکردیم. بهانه این 30 ساعت بازداشت روشن نیست، چون مبدأ، مقصد و اهداف برنامه این پژوهشگر ایرانی برای آمریکایی‌ها روشن بوده. نه، موضوع پژوهش ما موضوع حساسی بود، موضوع درمان سرطان و بیمارها بود و نه فرایندی که طی کرده بودیم فرایند عجیبی بود، فرایند خیلی روتین بود. از طرفی دعوت کننده ما بهترین دانشگاه امریکا بود و مشهورترین دانشگاه امریکا بود، این دانشگاه هاروارد، و من احتمال نمیدادم اصلا مسئله پیش بیاد. اما این اتفاق نه نقطه پایان بلکه سرآغازی برای زندگی حرفه‌ای محسن دهنوی شده است. تونستیم این کار رو با دانشگاه هاروارد و دانشگاه امریکایی انجام بدیم، خب اولویت اولمون بود، ولی این پایان راه نیست. ما میتونیم این کار با بقیه مراکز دنیا انجام بدیم، خودمون باید توان بیشتری توی داخل بذاریم، شاید سرعتمون کمی کندتر بشه، ولی راه مسدود نیست، بن‌بست نیست و میشه